السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام همه گذشتگان زوال حقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. والذین لا يدعون مع الله اله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا إلا من تاب و آمن و عمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم. صلوات و رحمت. عرض شد که خصوصیاتی رو عنوان عباد الرحمن خدا در انتهای سوره مبارکه فرقان ازش یاد میکنه. خوبه که این خصوصیات رو هم بشنویم بفهمیم و انشالله پیاده بکنیم. در این سه آیهی که خدمتتون تلاوت شد یکی دیگر از خصوصیات عباد الرحمن آمده است. خدا سه تا گناه رو اینجا ازش یاد میکنه و سه تا گناه سنگین رو اینجا ازش یاد میکنه و میگه عباد الرحمن اهل این سه تا کار نیستند. اگر هم این کار رو انجام دادند اهل توبه اند. خب دو تا از اینها یه مقداری تو ذهن ما سنگین هست، همینجوریش سنگینه، ولی سومیش خیلی سنگین نیست. به نوعی این جریانات فرهنگی این دهه های اخیر به خصوص در ما اینو به یک گناه کاملا سبک و حتی همچین خیلی هم گناه داره یه مقدار عادی سازی شده. این ستا چیه؟ یکی شرکه، یکی قتل نفسه که تو این آیات داره میگه، سومیش زناه. ولا یزنون و من یفعل ذالکه یلق اثاما. گفتن این ستا را کسی انجام بده هلوپی میفته تو خطا و گرفتاری و عذاب. این عبارت منحصر به فرد تقریبا در آیات قرآن، قلوپی میره تو خطا، میره تو عذاب و گرفتاری. یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا. یک عذاب هون و خار کننده ای رو یضاعف. یضاعف در قرآن و اینا دو برابر نیست. وقتی با فعل مضارع میاد یعنی همین جوری با تصاعد میره بالا، یعنی ضعفش استمراریه، یعنی همینجوری تصاعدی همینجوری میره بالا، با همین نموداره اکسپونانسیلی میره بالا. اینجوریه یضاعف له العذاب یوم القیامه
یخلد فیه مهانا، یک مکس طویل بخاری داره، الا من تاب و آمن و عمل صالحا، مگه اینکه توبه بیاره عمل صالح انجام بده. و اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، اینجوری سیئش رو تبدیل به حسنه میکنیم. خب بذارید اینو یه مقداری با هم دیگه مرور کنیم، توضیح بدیم. من اون قسمت سوم رو میخوام یه مقداری وایسم، شب تاسوعا هم هست به هر جهت، ولی این شده گیر و گرفتاری بچه ها، جوون ها، خانواده ها، زن ها، مرد ها. چی؟ اینی که مسئله جنسی براشون خیلی سبک شده. فرهنگ اینجوری کرده ما رو، دیدن صحنه های خلاف برای ما عادی شده، عادی شده برای ما. رفتن توی بازار و نگاه به یه مانکن زشت که لباسهای که نباید تنش کردن، این برای ما عادی شده. چند تا چیزو ما داریم که اینها دل را میمیراند، داریم تومیت القلب. اینا یکیش محادثت و نسائه، گفتگوی زیاد با زن نامحرمه، این دل رو میمیراند. آقا هر جایی هستید محل کارتون رو جدا کنید. بنده به من یک مشاور دارم، اینو بهتون میگم. پای در دل مذهبی ها و غیر مذهبی ها دارم میشینم و بهتون میگم. نمیشه که کسی محل کارش، تو محل کارش، میز کناریش یک خانومی باشه، این خانوم 8 ساعت با یک آقای، این آقا 8 ساعت با یک خانومی، نه یه روز، نه دو روز، نه یه هفته، نه یه ماه، نه یه سال، با هم دیگه همکارن. مگه میشه راجب مسائل جاری سیاسی و اجتماعی و یه جوکم وسطش و اینا، مگه میشه بدون اینا؟ غیر ممکنه. من خودم هر جا که بودم و هر جایی که هستم اینا رو از هم دیگه جدا میکنم به نام طرح تکریم بانوان. چه معنی داره یه زنی با یه مردی توی اتاق؟ چه معنی داره یه مردی با یه زنی توی اتاق؟ برای چی؟ اینا شوخی نگیرید، اینا تومیت القلبه، قلب میمیرد وقتی که آدم به این صحنه ها نگاه میکنه. متأهل و غیر متأهل هم نداره اینا، آدم باید جدا کنه، رابطهش رو جدا کنه، اکتفا بکنه به همسر خودش، به کس و کار خودش، با اونا حرف بزنه، به اونا با محرم حرف بزنه. و اینا آدم از بین میبره، اینا تعارف هم نداره. میبینید که تو رفتن در صفحات مجازی و تو اونجاها دل و قلبه دادن و با اسم کوچیک صدا زدن و این چیزا خیلی راحت، میبینید اتفاق میفته، بعدش میاد تو فضای حقیقی، بعدش این ریزخاری ها شروع میشه، بعدش هم طرف با 1000 تا توجیه که بله من الان این خانومه مطلقه است، من باید ارشادش کنم، ارشادش کنم. یه موقع آقای جاودان، استاد عزیز ما شفاه الله انشالله، آقای جاودان به ما میفرمودن که شماها طلبه ها حق ندارید به خانوم ها امر نهی از منکر بکنید. گفتیم چرا؟ گفتن خودش منکره. شما دیدی سرتون پایین رد شو برو، سرتون پایین رد شو برو. اینجوری ارتباط با یک زن نامحرم پیدا کردن، محادثت النساء. اینو ببینید، گاهی اوقات قرآن، خوب دقت کنید، قرآن وقتی که یه چیزی رو میخواد نهی بکنه، خب نهی میکنه. مثلا میگه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آقا اموال همو به باطل نخورید. خب یه موقع است که وقتی که میخواد خیلی پیچش رو صفر کنه، بگه خیلی این مطلب حساسه، نمیگه این کار رو نکنید، میگه نزدیکش نرید،
میگه ولا تقربو مال الیتیم الا بالتی هی احسن، نزدیک مال یتیم نرید، نزدیک مال یتیم هم نرید مگر به احسن. در مورد این بحث میگه ولا تقربو الزنا انه کان فاحشة و مقتا و ساء سبیلا، نزدیک این بحث هم نرید. آقا اینجاها قرقگاه خداست، نزدیک قرق خدا نرید. من حام حول الحما یوشک ان یقع فیه، کسی که حول یک چراگاهی میچرخه تا این نزدیکاش میره میفته توش. شما هی نپرس آقا این اشکال شرعی داره یا اشکال شرعی نداره، خدا آدم میفهمه نباید این کارو بکنه. حالا شما هی برو بپرس که آقا دیدن این تصویر چون تصویره مربوط به یک زن اهل کتابه اشکال داره یا اشکال نداره؟ خب معلوم میگه اشکال نداره. ولی اینجا قرق خداست، اینجا رو نزدیک نرو. این چشمی که برای ابی عبدالله گریه میکنه، از امام حسین بخوا تو رو به قمر منیر بنی هاشم، این چشم کم گریه نکرده. خدایا به عظمت امام حسین، به عظمت قمر بنی هاشم نذار این چشم، خدا اشتهاش رو از ما بگیر، نذار این چشم هر جایی برود. اینقدر راحت گاهی آقا تصاویر اینجوری رو با هم نگاه میکنن، توی گروه هایی میذارن اینو. بابا اینا بی حیاییه، لا دین لمن لا حیا علی، دین نداره کسی که حیا نداره. اینا رو نذارید سبک بشه. اینو در کنار قتل مینویسه. اینو فکر نکنید بعضیا میگن که آقا پس این الغیبت و اشد من الزنا چیه؟ آقا اون بحث اشده، دقت کنید، بحث اقبح نیست، چون حق الناسیه کارش حق الناسیه، باید برید شما در غیبت بالاخره رضایت طرف رو بگیرید. کارش اشده، این معنی این نیست که اقبحه. طرف میگه خب تو که غیبت میگه، خب من میرم پایین ترش رو انجام میدم. نه اینجوری نیست، اینو بذارید درشت باقی بمانند همینجوری این گناه. و حول و حریم این چیزا نچرخ جوان، نچرخ تو این گروه های اینجوری، نباش، نپلی. آقا نگو هیچیش دست من نیست. نه آقا مگه میشه اینجوری؟ شما خب تو این ارتباط نباش، تو اون بحث نباش، این صحنه رو نگاه نکن. اون موقع خدا هم خیلی چیز میده به شما، خیلی چیز میده خدا. این در کنار قتل نفس و ایناست، اینا تومیت القلبه، قلب رو میمیراند. تازه مجالست و محادثت و فلا اینا، البته چیزای دیگه هم گفتن این قلب رو میمیراند. یکی جلوس معل اغنیاه، ما این آدم پولدارا نشست و برخاست نکن. کسایی که کنارشون آدم میشینه میبینه 90% گفتگوشون اینه که آقا چی رو کردیم، چقدر این پولا رو کردیم. اونقدون اصلا انسان واقعا طبع انسان رو خاکی میکنن، اینا واقعا خاکی میکنن آدم رو. اینا رو سلامی و سلام کاری و فلان، اینه که با هم برید این ور رو، برید اون ور رو، برید پارک و برید نمیدونم شمال و برید فلان، اینا نباش، نباش، جلوس هم علقنی ها نکنید، دل را میمیراند، طبع آدم رو خاکی میکنه. اینا علکی هم نگید، نه ما کارمون اقتضا میکنه. نه آقا جون، بنده یه تولید کننده برتر کشورم، خب نمیگم تو چه حوزه، نه اینجوری هم نیست. اگر هم مجبور بشید که این کار رو بکنید، باید جلیقه ضد گلوله بپوشید، جلیقه ضد گلوله. مجبور شدید، نه جلقه زده گله باید بپوشید. رفتن تو آتیش اینا، اینا دل را میمیراند. حالا جالب اینجاست که این آیات میگه که این کارها رو نمی کنند، این کارها رو نمی کنند،
قیامت اینجوری میشه اینا، الا معلومه پس این موقع هم این کارا رو میکنن، یه موقع این خلافا رو بالاخره میکنن، عباد الله المخلصین نمیکنه، نه عباد الرحمن با عباد الله المخلصین مرز اینا فرق دارن، اونا از جو خارج شدن. شما سوره یوسف رو ببینید اونجا هست، وقتی که میگوید که ولقد همت بهی و هم بها لولا ارعا برهان ربه، زلیخا همت کرد به یوسف، یوسف هم اگر برهان رب نبود همت میکرد به سمت زلیخا. بعد میگه کذالک لنصرف عنه سوء والفحشاء، اینجوری است که سوء و فحشا اصلا به دامنه اینا نمیرسه. انه کان من عبادنا المخلصین، اینا تو ماهوارن، اصلا تو ماهواره نشستن، کسی نمیتونه پشت ضد هوایی بشینه اینا رو بزنه، اصلا جب خارجه دیگه داره. حالا این هنره، بله با هنرش رفته جب خارج شده، حالا دیگه اونجا که هست لهم الامنه، اونجا منطقه منطقه امنه هست، اونجا منطقهش امنه، اصلا حتی اقوای شیطان اصلا اونجا نیست. فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عباد الله المخلصین، عباد مخلصین اصلا مثلا اینکه کسی پشت ضد هوایی نمیشینه ماهواره بزنه که، اون یه سقف پروازی داره تا اون. اونجا هم نمیگه کذالک لنصرفه عن السوء والفحشاء، اونو که نه، لنصرفه عنه السوء والفحشاء، یعنی سوء و فحشا اونجا نمیره، ولی عباد الله معمولی، عباد الرحمن، نه ممکنه فحشا انجام بده، ممکنه فحشا انجام بده، ممکنه کار خلاف انجام بده. راهش این آیات سوره مبارکه فرقان میگه توبه، راه توبه است، توبه بکنید، الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. به به، اینجوری خدا این سیئه رو میکنه حسنه. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه آدمی که شرمنده شده، انفعال نفس پیدا کرده، خورده تو برجکش، نگاه میکنه به خودش میگه عجب گندی زدی بابا، عجب آدم بی خود، این همه گریه، این همه باز دوباره این آدم که اینجوری شده، این سیئه براش نقش حسنه بازی میکنه، یعنی او رو رشد میده. ما مجاز به سیئه نیستیم ها، ولی اگر کسی سیئه انجام داد و توبه کرد و شرمنده شد، خود شرمندگی یه پلیه برای خودش، یه پلیه، یه نردبانی، شرمندگی نردبانی. حالا هر کسی در رتبه خودش که شرمنده شد، این آقای شب زنده‌دار مرحوم، پدر آقای شب زنده‌دار فرمودن آقا مصطفی خمینی، ایشون با ما چیز بود، هم حجره بود، هم حجره یا هم مدرسه، حالا اشتباه از من، میگفت یه ما اومد خیلی پکر بود، گفتیم آقا سید چی شده، کشتیات غرق شده چی شده، گفت بابام از صبح داره گریه میکنه. برای چی؟ اون نماز شبش قضا شده، از صبح داره گریه میکنه. بعد آقای شب زنده‌دار اینو گفتن که آقا این انفعال ها، این شرمندگی ها، این حزن ها رشد دهنده است. حالا ایشون تو اونجاست، ما اصلا نمیفهمیم، ما نماز شب اونم قضا، نماز صبح اونم قضا میشه، همچین خیلی به اون بر نمیخوره، خدای نکرده، ولی اون تو اون رتبه، ما هم تو همین یه کلاس ابتدایی پیش دبستانی، تو اونجا خواست که گناهی که انجام میده خوب آدم شرمنده بشه، گندگی نکنه، بندگی کنه، اگه گندگی نکنه و بندگی بکنه، شرمندگی از خودش بروز بده، همون اون سیئه نقش حسنه بازی میکنه.
لذا قرآن میگه فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا این سیئه رو میکنه حسنه. به خدا اگه شرمنده بشیم به اندازه تا عرش خدا برای خدا حسنه بردیم، اینقدر که گناه کردیم. خودم رو عرض میکنم تا عرش خدا برایش حسنه بردیم، فقط اینا پله بشه ما رو ببره بالا. و کان الله غفور الرحیم، یا کاشف الکرب اکشف کربی به حق اخیک الحسین. شب تاسوع است انشاءالله که خدا به عظمت این شب، شب حاجته، شب امام زمانه، هر کی به اندازه فهم و درک حاجت داره، اندازه فهم و درکش آدم حاجت داره. از صبح اینقدر به ما زنگ زدن، آدم رو خدا مجلس میبید بگید دعا کن، یه نفسی بزنید بگید دعا کن، مریضی مریض داره، اینجوری حاجت داریم. خیلی امشب و خیلی تحویل بگیم. آقای قاضی جمال السالکین، استاد علامه طباطبایی، اینا شون میگفتن که خلاصه همه فیوزات به دست ابی عبدالله پیشکارش ابوالفضل العباس، آقا باید امضا کنه. دیدید اون قبل از اون امضا آخریه، دیدید که این مدیران منتظر اون امضاهای اصلی هم، امضا اصلی ها رو که ببینن دیگه امضا میکنن. خیلی اون امضا اصلیه میشه، نمیشه آقا قمر بنی هاشم امضا بکنه ابی عبدالله امضا نکنه. امشب رو تحویل بگیر. این صلواتی مرمون یه چیزی من دیشب گفتم، البته با این که یه حاشیه هم گذاشتم کنارش، فکر میکنم رو سوالاتی که شد خوبه این حاشیه رو یک کمی تکمیل کنم. گفتم آقا مسئولیت در جمهوری اسلامی، در حکومت‌ها، در حکومت اسلامی مسئولیت یعنی رفتن تو جهنم. از بیانات حضرت آقا و روایات و اینا هم خوندم برات. بسم الله الرحمن الرحیم، کسی مسئول میشه یعنی میره جهنم. بای دیفالت پیش‌فرض میره جهنم. مگر اینی که خلاصه نجات پیدا بکنه. واقعا نجات پیدا بکنه. و نجات بده. اگه اینجوری ما اینقدر ما عاشق خدمت دیگه پیدا نمی‌کنیم. دید دیگه همه عاشق خدمتن. دیگه اینقدر عاشق پیدا نمیشه. اما اگر کسی یار پاکار ولی باشه، جان فشانی بکنه، اما اگر اون بشه، اونم از اون طرفش اگر اینقدر منفیه، یه منفی پشت اون منفی خیلی طرف رو مثبت میکنه. یک روایتی بذارید براتون بخونم خیلی جالبه، در کافیه شریف به سند درست. نوح علیه السلام در روز قیامت، در روز قیامت خدا میکشه زیر سوال. یه که وظیفه تبلیغی تو انجام دادی یا ندادی؟ میگه انجام دادم. میگه شاهدت. میگه شاهدم رسول ختمی. شاهدم ایشون. شاهد اعمال دیگه. این شاهدم ایشون. تو روز قیامت میزنه جمعیت رو کنار، میرسه به پیغمبر. یا رسول الله، خدا از من سوال کرده که وظیفه تبلیغی تو انجام دادی یا ندادی؟ من هم گفتم دادم. گفتن شهادت؟ گفتم پیغمبر شما یه شهادت بده پیش خدا که من وظیفه تبلیغیم رو انجام دادم. از این به بعدش خیلی عجیبه، پیغمبر به حمزه و جعفر میگن یا حمزه یا جعفر برید شهادت بدید برای نوح که این وظیفه‌شو درست انجام داده. رتبه رو نگاه کنید.
به همین بسنده میشه؟ نه. بعد امام صادق اضافه میکنن خودشون میگن فحمزه و جعفر هما الشاهدان للانبیاء علیهم السلام به ما بلغو. حمزه و جعفر بر کار همه انبیاء باید بیان شهادت بدن که اینا وظیفه‌شون رو انجام دادن یا نه، اینقدر رتبه دارن حمزه و جعفر. حمزه و جعفر چرا اینقدر رتبه داره تو روز قیامت؟ میدونید چرا؟ ما از حمزه به خصوص از حمزه خیلی چیز نشنیدیم. مثلا سلمان یه چیزایی شنیدیم، از حمزه نشنیدیم، از جعفر هم خیلی شنیده نشد الا همین نماز جعفر که البته واقعا قابل سفارشه. حالا من ممکنه فردا و اون جلسه آخر یه تأکیدی رو بحث نماز بکنم، رو این هم بهتون یه چیزی میگم، یه اکسیریه واقعا، واقعا یه اکسیر عجیبیه. بذارید همین الان پیش اومد بگم. حالا اینا آقای جاودان یه موقعی به ما میگفتن که یه چند نفر از بچه ها طلبهاتون رو مأمور کنین هر روز تو حوزه نماز جعفر طیار بخونن. حالا 20-25 دقیقه طول میکشه. به جای این 20-25 دقیقه اینستاگرامی که شما در فقرات مختلف میرید، حالا یک شم نماز جعفر میشه خون. آقا به طرز عجیبی حوزه ما معنویت درش موج زد. خیلی عجیب بود، خیلی عجیب بود. اصلا یه مقدار این بچه های حوزه ما سالک شدن، بحث‌های سلوکی جدی شده. یه چند نفر بیخبر دارن نماز جعفر میخونن هر روز. چیز عجیبیه اینی که در روایت داره کبریت احمره اینه. نماز جعفر اگر کسی هفته یه بار بخواند خودش آثارش رو خواهد دید. بذارید این بحث رو نسوزونمش، بذارید سر جاش میگم. حمزه و جعفر اون وجه اصلیشون این بوده که یار پاکار گرهگشای پیغمبر بودن. همه ائمه می‌بینید به حمزه و جعفر ارجاع دادن، که تا امام باقر اینا میگن آقا اگه حمزه و جعفر بودن کار به اینجا نمیکشید. آدم‌های با کلاس با شخصیت که گره ها رو تو اون گره کورا رو باز میکردن اینا، حمزه و جعفر یه همچین آدمایی بودن. واسه همین انقدر مقام پیدا کردن که باید بیان شهادت بدن که ابراهیم علیه السلام به وظیفه خوش انجام عمل کرده، نوح به وظیفه خوش عمل کرده، اینقدر رتبه. آن شوخی نیست، کسی گره از کار ولی بگشاید گره های کور سخت در ساعات سخت بگشاید. که این همین جوری میرم تو همین بحث بعدیمون که شما نیا کنید در سوره مبارکه توبه گفته لقد تاب الله على النبی والمهاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعت العسره من بعد ما کاد یزیغ قلوب و فریق من هم. خدا برمیگرده به سمت کسایی که گره باز میکنن فی ساعت العسره، تو ساعت سخت، ساعت سخت، ساعتی که گره خورده همه چی به هم دیگه. من بعد ما کاد یزیغ قلوب و فریق من هم. قلوب خیلی های منحرف شده، بسیجیش دیگه وای نمیسته پاکار، بسیجیش کوه شبه هست. آقا من این شبه ها رو میفهمم، منم با شما همدلم، ولی رفیق عزیز من، شما وقتی که گفتن ائمه ما، میدونی که ائمه ما نوعا در زمان خلافت جور بودن، از نگاه اونا خلافت خلیفه جور بوده دیگه، میگفتن برید مرزدار وایسید. شما همین دعای امام سجاد رو ببینید، در دعای برای مرزداران، مرزدارا کیان کیا بودن اصلا؟ اینا تو
کی مرزدار بودن؟ در زمان خلفای جور بودن دیگه. اومدن میگن آقا ما بریم مرزدار وایسیم؟ میگن بله، اگه مرزدار کسی وای نسه فان فی ذلک دروس و ذکر محمد اللهم صل علی محمد. میگن این باعث میشه اگه کسی مرزها رو نگه نداره ذکر پیغمبر مندرس میشه دیگه. شما نگران انقلاب اسلامی هستی، منم هستم. شما اشکالات رو میبینی، منم میبینم، هممون میبینیم. شما ظلم رو میبینی، منم میبینم. اقامتن علا ظلم رو میبینی، منم میبینم. چون که یه ظلم داری، اقامتن علا ظلم داریم که خیلی بدتره. ظلم های پایدار که امیر المومنین به مالک در نهج البلاغه میگن که ولیس شیئون ادعا الى تغییر نعمت الله و تعجیل نعمته من اقامت علی ظلم. هیچ چیزی سرعتش بیشتر در نعمت الهی نیست و تغییر نعمات نیست من اقامت علی ظلم، اندازه اقامه بر ظلم، یعنی ظلم پایدار، یعنی آنچه که در خوزستان میگذرد. میخوای جهاد کنی، یه جهاد به السنتهم بکن. چجوری سر این سیانت همه عالم رو گذاشتین رو سرمون که آقا این طرح دادم چی؟ خب شما این خوزستان رسما اقامت علی ظلم. من حداقل 33 ساله با این استان تقریبا لایقفی با این استان ارتباط دارم. از بچه بودم دستشوی توالت اونجا میساختم تا الان که ممکنه یه جوری دیگه بریم اونجا برای کارهای دیگه. آب اهواز، فاضلاب خوزستان، آب اینجا، آلاینده های اونجا. بابا این رسمن اقامتن علا ظلمن. یعنی اگر انقلاب از خوزستان بپاشد و بپکد جای تعجبی نیست. ولی همین این معارف انقلاب با جمهوری اسلامی مونده، این روح با این بدن مونده. این بدن به پکه روحی دیگه وجود نداره. فکر نکن دیگه روح دیگه ای وجود داره. میگفتن خلفای جور رو برید مرزبانی بکنید، مرزبانی نکنید ذکر پیغمبر میمیره. آقا شما میفهمید اوضاع بده، منم میفهمم اوضاع بده، ولی اما بهترین شرایط رو قرآن برای دانه بندی، برای عیارسنجی همین اوضاع احوال بد میدونه. کسایی که قبل از گره ها و تو گره ها وجود دارن دیگه، دارن جانفشانی میکنن، دارن کار رو حل میکنن. یه مطلب بزرگی و مسئله جهاد فی سبیل الله و قتال فی سبیل الله که حالا فعلا دم دست ما نیست. اون بهترین سامانه است، بهترین سامانه که یک رعیت رعیت زاده را از رابر کرمان بکنه جنرال قاسم سلیمانی. او بهترین سامان است. چرا ما الان جوونه مدیر نمیدیم بیرون؟ اصلا اون سامانه ها رو نداریم که بیفته تو بحران ها، بحران حل بکنه، جونش رو بگیره کف دستش، اونجا عیار سنجی بشه، اعتبار سنجی بشه. تو اون سامانه قاسم سلیمانی در میاد، نه از توی رزمایش ها، نه از تو همینجوری به پلکیم دور هم دیگه ببینیم که قاسم سلیمانی در میاد یا نه. هرگز قاسم سلیمانی اگر اون سامانه ها نباشه قاسم در نمیاد. حالا ما نداریم، ولی کار انقلاب ها به گره افتاده. اینجاها بهترین فرصته، بهترین فرصت از دید خدا. کسایی که و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله ولله میراث السماوات والارض، چرا نمیاد جهاد بکنید؟ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد و قاتلوا
کسایی که قبل از این گره ها و تو گره ها وجود دارن، اینا خیلی ارزششون بالاست تا کسایی که بعد از فتح ها میرسن. و کلن وعد الله الحسنا، هر دوتاش هم خوبه ولی این یه چیزی دیگه است، اینا بهترین سامانه هاست برای مردمی سازی، بهترین شرایط بحران هاست، به شرطی که اینو ما متوجه بشیم. برای همین بود که پیغمبر بعد از احزاب هم مینداخت تو فضای جنگ و قتال و حج، تو همونجا داشت تربیت نیرو میکرد، تو همونجا داشت سامانه خودش رو تکمیل میکرد. بعدش هم میگفت بیایید برید همین فتح با قتال و حج با قتال رو انجام بدید، با اینکه به شدت کار پیغمبر گره خورد تو قضیه فتح، انجام بدید با دادار دودور. شما نگاه بکنید، من اینجا این پرانتز رو باز بکنم، وقتی که میگه برید حج، اون حجی که پیغمبر گفت برید حج یعنی برید بجنگ، برید تو دل دشمن. خب بعد گفت چجوری برید؟ با شعائر برید، با پرچم برید، گوسفند زمین نزنید، چطور زمین بزنید، ول بد نجعلنا حالکم من شعائر الله فیها لکم فیها خیر. شطورها رو سواف صف به صف بذارید اونجا، دادار دودور را بندازید در ارتباط با دشمن قضیه رو. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، کسایی که تعظیم این شعائر میکنن یعنی بذارید تو دل اینا رو خالی بکنید. خیلی اشتباه بود، اشتباهه کسایی که مجالس ابی عبدالله رو میخواستن تعطیل کنن. غیر این که حالا انشالله بعدن مدارکش باید در بیاد که تو سوریه و عراق ما زیاد میریم میایم، این خبرها نیست، این چیزا هم نیست، حالا کاری نداریم. بگذرد که تلقین به مردن مردن مردن، خود همین آقای پروفسور قانعی که رئیس برده ایشون میگفت 17 تا 20 برابر تلقین تاثیر داره، یعنی طرف واقعا قرار نیست بمیره، میمیره اثر تلقین، اثر تلقینی داره، یعنی طرف تلقین میکنه و خودش مریض میشه. اصلا میگفتن ایشون میگفت تو بیمارستان برای همین میمیرن، گفت کنار دستش میمیره، یعنی تضعیف رویه میشه میمیره، اصلا قرار نیست بمیره، تضعیف رویه میشه میمیره، واقعا اینجوریه، تضعیف رویه میشن میمیرن. بعد هی طرف از سردخونه داره چیز میذاره، و ملت رو به فنا دادید اینقدر. حتی دست اندازی به شعائر الهی به نام شعائر حسینی، اینجا رو تعطیل کن، اونجا رو فلان کن، اونجا خوب ملت نمیپذیرن، خوب ملت قبول نمیکنن این چیزا رو. اینا شعائریه که اتفاقا باید با دادار دودور برگزار بشه، خرج بدن، سنگین خرج بدن توش، هزینه کنن توش. اتفاقا جای ما نمیگیم که این پروتکل ها رعایت نشه، خب دارم رعایت میشه دیگه، ولی اتفاقا با عظمت اینا باید برقرار بشه، اینا باید بره تو چش دشمن. اربعین باید با عظمت برقرار بشه، حج با عظمت برقرار بشه، اینا با عظمت لازم داره توش، با عظمت باید برگزار بشه. و اینها اون موقع اینجا هاست که میبینید که پیغمبر یک دستور جدید میاره. برای چی؟ باز دوباره یه سری آدم ها رو، این چالش ها رو درست کنه، آدم توش بکشه بیرون. اینجاست که آیه آخری سوره حج، اون آیه معروف اینجاست، و جاهدوا فی الله حق جهاده. اینجا دیگه جهاد کفایت نمی کنه، اینجا حق جهاد میخواد. و جاهدوا فی الله حق جهاده و اجتباکم، شما اون برگزیده هایی دا که باید عمل کنید، شما همونایی هستید که این انقلاب رو حالا که خورده به بحران ها، چالش ها، به تعبیر خود حضرت آقا میگن 40 سال بعد از انقلاب آزمون و خطایی داریم میریم جلو، با
بازمون خطا، نقشه جامعه میخوام، اونایی که بلدن نقشه جامعه بکشن، اونایی که بلدن پلتفرم مردمی درست کنن پلتفرم. یعنی اینجا اتفاقا جایی است که من میخوام بگم به جای گوشه کنار وایستادن و نق زدن و قُر زدن، اتفاقا همین ساعت ها ساعت های حضوره، ساعت هایی است که بله خفت مسئولین رو میخواید بگیرید بگیرید، چرا بی خود وعده واکسن میدید؟ چیزی که این لقمه شیرین رو چرا خرابش میکنید؟ ما واکسن ساختیم، بود چه اتفاق ولی بزرگی بود، ولی چرا وعده های الکی میدید؟ اونو باید میخواید این مسئولین رو آبلمبوشون کنید بکنید، ولی این صحنه ها صحنه هاییست که تازه الان وقتیست که معلوم بشه کیا وایسادن، کیا هنوز میخوان انقلاب رو بازتعریف بکنن، میخوان از این بحران ها خارج بکنن و اون مأموریت های بزرگ انقلاب ها رو انجام بدن. کیا؟ الان کیان؟ مردها کجان؟ سوره مبارکه حدید دقیقا تو این موضعه، آدمایی رو که داره فراخوان میکنه یه بخشیست از اون آدمهایی که مردان میدان قبل الفتحن، قبل از باز شدن گرهان، اونا رو داره میکشونه بیاره. آیا ما جز اونها هستیم که حالا که بالاخره یه شرایط جدیدی شد، یه وضعیت جدیدی شد، هممونم به یه گوشه یه انتقادی داریم، از شورای نگهبان تا نهادهای زیر مجموعه رهبری تا همه جا، البته یکی بیمانده بریم کنه عاقل با شفافیت ها نهادهای زیر مجموعه رهبری شروع نکن، اونجا ضد انقلاب میشی، ضد دولت فقیه میشی، جرت هم میدن، از یه جای دیگه شروع کن، آدم باید عاقل باشه، از هر جایی بحث شروع نکنه، از اونجا لطفا شروع نکن، کار خراب نکن، تا میشه نه شما شفاف اول شفاف بیاد بیاد اونجا، نه اونجوری ضد دولت فقیه میشی، ضد انقلاب میشی و میدونه تو لفتونی و پروژه هم خراب نکن، بذار اونو در قدم های بعدی، ولی باید به داد انقلاب ها رسید. انشالله که خدا ما را از سربازان خاص ولایت قرار بدهد به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه على في هذا الساعة في كل ساعة وليا حافظا رائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعى
وتمتعوا فيها طويلا يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن شب تا توست امشب برا امام زمان روزه بخوان روزه اموشون قمر بن یاشم و خیلی میپسندم هر کار داری بسم الله هر حاجتی داری بسم الله گفتم پیشکار شبر فضل عباس ایشون امضا کنه آقا خیلی حاجت داریم ما هم آب میخوایم آب امام زمانه اللهم عجل ولیک الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اومد اجازه میدان بگیره آقا بهانه آورد دیگه لشکری باقی نمانده بود آقا گفت انت صاحب لوائی و اذا مذیت تفرق عسکری برادرم تو صاحب فرجمی اگه بری لشگر می پاشه اگه می خوای بری میدان این مشکو بگیر برو برا بچه آب بیار شنیدی مشکو پر از آب کرد برای یه خطش یه بند از این روزه به خدا از این مقتل تو عمر داری گریه بکنی ملامتی نیست درسته دست راستشو زدن والله ان قطعتم یمینی انی احامی عبدا عن دینی دست چپو زدن مشکو به دندان گرفت فاصابه سهم الالقربه و اریق المعاب یه تیر خورد به مشک آب ریق این بند و گوش کن یا امام زمان دارد فوقف العباس و متحیرا عباس متحیر ایستاد نه دستی داشت شمشیر به دست بگیره به جنگ نه آبی داشت به سمت خیام حرم برگرده
نانجیم یه تیری به چشم راست عمر بنی هاشم زد، دست نداره تیرو بیرون بکشه، تیرو بین زانوش و گردن اسب گذاشت، کلا خود از سرش افتاد. نامرد با عمودا هر به سرش زد، قمر ولی عاشق با صورت به زمین خورد. ای بچه ها میگفتن بگو امامون برگرده، ما آب نمیخوای. حسین خودش رسون اینجا دارند، فبق فر حسین و منحنی ها الان الکزر ذهری الان الکزر ذهری قلت حیلتی، الان بیچاره شدم، الان پشتم شکر، با من جواب بده روزه بخور، ای ساقیم لب تشنگان، ای ساقیم ای جان جانانم سقای تفلانم، ای ساقیم جور همه رو بکش، ای ساقیم ای جان جانانم سقای تفلانم، بر کام ما آبی رسان، آب امام زمانه بر کام ما آبی رسان، ای جان جانانم سقای تفلانم، ای ساقیم لب تشنگان.